فسنجون؟ بابا آفتاب از کدوم ور در اومده؟ تو بالاخره فسنجون درست کردی؟ آره عزیزم، تو که میدونی من عاشق فسنجونای تو هم. سلام عرض کردم قربان. بنده خواهش میکنم، ملکی هستم، اومدم خدمتتون. گردون داره؟ گردون خیر نداره، فقط همین ملکی خالی دیگه، پسوند و پیشوند نداره. بابا تو که منو اصلا کشتی. عرض کنم که غرض از مزاحمت قربان، بنده اومدم خدمتتون چون قراره که یه سری خطوط هوایی رو اندازی بکنم به نام ملکی ایرلاین، یعنی مخففش میشه مال. میمش مال ملکی، الفش مال ایر، لامش هم مال چی؟ مال لاینز. ملکی ایر لاینز که بهش میگیم مال. در واقع چجوری واسد؟ کوفته قلقلی؟ آقا شما قلمبه نمکی. میگم من به این گندرازی رو نمیبینی میگی قلمبه کوفته قلقلی؟ نه اصلا همون کوفته قلقلی خیلی بهتره. خب بله بهتره. مرغ یه جورای ترکیب رو به هم میریزه. وقتی کوفته قلقلی بیاد هم ترتمیزتره، هم قشنگتره، هم لذیذتره. قشنگتره بله. قرض به هر حال به من گفتم بیام خدمت شما برای گرفتن مجوز که مصدق اوقات شریفتون شدم. خواهش میکنم. من قدر زحمتاتو میدونم. ما باید قدر زحمات شما رو بدونیم قربان. اصلا چطوره؟ من گل میگیرم میام. چی گل؟ ما باید کارا دنیا برعکس شده، ما هم بر شما گل باید بگیرم، نه شما بر من. چی جا؟ آقا قربون دستت برم، خیلی ممنون، لطفی به ما زیاد. خیلی لطف کردید قربان، متشکرم. ملکی بودم. من اصلا یه حس خاصی نسبت به فسنجون دارم. میدونی من یه ماهی هست درست نکردی. سلام آقا، خسته نباش. خب ببخشید، من میخواستم محل آژانسمو تغییر بدم، اینم آوردم خدمت شما. چی؟ پدر و مادرت میان؟ چیکار؟ پس همینه که درسته، همه چیزو خوب الان فهمیدم. آره پدر و مادرت میخوام بیان، بعد یک ماه برای من فسنجون درست کردی. آره خب چی؟ گیر میدم من؟ آقای محترم تو زنی؟ آقا یادت میاد؟ آقا چیه؟ یه امضا کوچی بکنید ما رفتیم. امضا ندارم من، فقط بلد نیستم امضا کنم. برو آقا. آقا یه امضا بکنید ما رفتیم. من اصلا نمیدونم. آقا محترم خواهش میکنم. یادت پارسال پدر، آره پدرت اومده بود. گوشی؟ آقا میری؟ آقا یه امضا فردا بیا امضا میکنم. فقط یه امضا. آقا خواهش میکنم برو. من شو برو دیگه. الو یادت پدر مادرت؟ آره کوفته های منو همش برمیداشت گلاره میکرد میذاشت تو بشقاب خودش. تو زنی اصلا احساس داری؟ حالا این دفعه وقتی که اومد خونه، خب برمیدارم بشقاب رو کومم رو دستش که چی؟ آره دستش بشکن اصلا من خدافه. سلام مرکی عزیز. سلام. این طرف ها هیچی، اومده بودم دنبال یه کاری. اجازه بده فراست جون، میگم هوا چقدر گرمه اینجا، آدم میپزه نمیپزه؟ ببینم این کیش چهارتا نکردی؟ الان جشنواره تابستونی داره تموم میشه. خب تموم بشه، جهنم که تموم میشه. گرفتاری مگه میذاره؟ همه زندگیمون شده گرفتاری. اومده بودم دنبال یه مجوز که بالاخره موفق شدم گرفتمش. یه توصیه واسم داشتم، اگه اندفخواستی چارتر کنی 10 تا بیشتر جا رزرو نکن. متوجهی که ببین که... منو کوری منو نگاه کن، این مجوز خطوط هوایی ملکیه، اگه نمیدونی بدون. بله بابا، ملکی ایرلاینز مال. آره هو ایرلاینز. ببینم توی پول نشتی یا کچ پول آوردی؟ عمه ملوکم مرد. نمرد؟ ها عمه ملوکت مرد؟ پس مرد خوری. عمه ملوک مرد و مردار شد، آقا ملکی پولدار شد. ها حالا برو تو اون بلیط های چارتر تو بکن تو اون سطل آشغال. فکر کردی داشتن خط هوایی به این آسونیه؟ یه گیمانه میشه بیایی همینجا به غلط کردن میفتی، همینجا. یکی نفر ترسیده، یه نفر ترسیده. آقا رو خیلی کوچیکتر از این حرفایی، ریز میبینم میاد. تو فوقش یه توپلو اسقاط داری، در به داغون. بله، الان یه دونه دارم، ولی بعدها با اون چشای بابا گورید که به آسمون نگاه میکنی اون وقت میبینی که هرچی هواپیما تو آسمون داره میپره مربوط میشه به خطوط هوایی ملکی. ملکی ایرلاینز مال که به سر تا سر دنیا سفر میکنن. نمیکنن؟ ها، به همین خیال باش. باشه، ولی گیر بد رقیبی افتادی فراست جونم. نیفتادی؟ منو که خوب میشناسی. نمیشناسی؟
شما صحبت کن، مشغول باش. برو جوجه ایرلاین، برو. جایی که دو تفصد چلافی پره یه سسنا ملخی میزنه گراژ، میزنه تو ناشیونش. متوجه شدی؟ تو فکر کردی؟ به من میگن فراست بلایی سرت بیارم که نفر زمین گیرت میکنم، بیچارت میکنم. اینه بدون فراموش نکن، فراستم، فراست. سرمایه و زندگی من همین یه هواپیماست که دست تو سپردمش. تو رو خودمو واسه باشی وقت سکوت نکنه. خب امور جان عرض ارادت تملق چی؟ وای بدبخت چی شد؟ موتور چپش آتیش کرد. بابا این هواپیما کارش تمومه داداش من. داره سقوط میکنه. آره بابا هواپیماش رو آسمون گیر کرده، چرخش هم باز نمیشه. آقا 20 تا بدم. بابا چی مزخرف میگی قربان؟ این هواپیما بیشتر از 200 میلیون میارزه. 200 میلیون کجاست مزخرف؟ چی چه بابا این هواپیما سقوط کنه بخوره زمین کل وسایل اسقاطیش میشه 5 تا. آقا نمیدونم. بیمه که میده قربان. بیمه پولش میده. داد ریخت حسابت آقا رو. بیمه. آقا وای. اوه کار تمومه برادر من، بیا اینو امضا کن، اینم از کفت در میادم. خب اشکال نداره، 30 تومن بنویس. 20 تومن تمومه؟ 25 تومن. 15 تومن آخرش دیگه اصلا 10 سم نداره. بیا بده من گوشی ببینم بابا جون. بده مبارکت باشه، این امضا کن. الو سلام کپتن، من هوا بردم، صاحب جدید هواپیما، مخلص شما، چاکرتیم. ببین کپتن جون عزیز من، میفته. اصلا نگران نباش، اصلا هیچ مشکل نداره، فدای سرت. ببین گوش کن ببین من چی میگم، خون سرد تمرکز بگیر. ببین اون پایین رو نگاه کن، ببین اتوبانی، ببین آها فوت زمین فوتبالی چیزی پیدا میکنی؟ آفرین دریاچه قمه، همونجا سرش بده بره تو دریاچه قم. ضد عفونی هم میشه. آفرین ضد عفونی هم میشه. بابا چی ها غرق میشه؟ کسی تا الان تو نمک غرق نشده که. برادر من تو برو مسئولیتش با من. ببین اگه قشنگ فرود بری یا هیچ اتفاقی نمیفته، احتیاج به باز شدن چرخ هم نداره، چیرینیتم پای خودم. چی شد؟ آره تو برو گوشی حواست جمع شه. چیه داداش؟ چی شد؟ هیچی، داره میشینه تو دریاچه قم. داره میشینه تو دریاچه قم. آره داداش مشکلی داری؟ هواپیمای من میگم داره میشینه تو دریاچه قم. آره بی خود میکنه، اصلا من نمیفروشم. چی رو نمیفروشی؟ هواپیمامو نمیفروشم، پس میگیرم. هواپیمات پس. آره من 45 تا. جان 45 تا. ببین تو آخرشی. اول آخر نداره. همین الان 30 تومن کشیدی رو 15 تومن. 48 تا میخوای بهت بدم، نمیخوای بگم برنشه. برو رو هوا دوباره. اگه میخوای چکشو بنویس. کپتن جون یه لحظه بذار ببینم اون حواله کردش خواهد. با آتاری ایستم داداش، تو کارتو بکن. این تاریخشم روز بزن. کپتن جون مسافرها خوبن. خواب شیرینی پای خودم، قربون تو برم. یه لحظه گوشیری بده من. اینم چک چیه؟ شما کار خودتو بکن. آها اینم چک چیه؟ گوشی چی میخوای؟ برو هواپیما تا در چه قم بردا دیگه. برو الان هواپیما نمکی هم شده. رفت اونجا. آره داداش برو اونجا جمعش کن. برو داداش برو خیرش رو ببین. خواستم بگم تو آخرشی. اول آخر نداره. برو داداش من. راستی لوازم یدکی هم خواستی بیا پیش خودم، جای دیگه نری یا تخفیف ویژه بهت میدم. بچه ببخشید یه معامله کوچیک بود. بله راستش ما آدم کلاهبردار و قالتا خیلی دیدیم، ولی تو یه چی دیگه ای. نظر نوت میکرد با مخ میمد پایین چی میشد؟ هیچی جلو چکشو میبستم همین. بابا تو بلدی بابا این دیگه چیزی. خب از این ورا را گم کردیم. ما را گم نکردیم، راستش همینجوری علاف و بیکار داریم میچریم و دنبال کاریم دیگه. هنو کار پیدا نکردیم؟ بعضی کار خیلی خرابه.
میدونی که الان داشتن فرودگاه و اینا هم دیگه خیلی به صرفه نیستش. همین هفته پیش یه فرودگاه خریدن، میخواستن راش بندازن، توش فروشگاه شهروند زدن. شهروند؟ آره. ببینم شما پول تو دست و بالتون هست. چطور؟ چی میخوای؟ میخوام یه رادار دست دوم برای من رسید عین نو، اصلا کار نکرده. اینو بهتون بدم برین کلاس خصوصی و برج مراقبت بزنی. نون الان تو همین کلاس ملاس هست. نه بابا، کی بولا میشه بیاد کلاس برج؟ ببین پولشو داری؟ پولشو آره داریم، ولی کار غیر قانونی ما نمی کنیم. ما دنبال کار شرافتمندانی. ببین قصی هم میده شرایطش خوبه. نه 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 نه، کار غیر قانونی. خب دیگه خودتون میدونی، بس باید صبر کنیم. حالا من تو این دفترم رو نگاه بندازم اینم چیه. آره اینم کار هواپیما. رفته بودیم تو کار قطار، وضعمون بهتر از این بود. کار هواپیما کلاس داره. کجا کلاس داره بیکار موندیم؟ بابا خب کلاسش بالاتره دیگه نیست؟ بنده خدا ما 100 تا فرودگاه بیشتر نداریم، 1,000,000 تا ایستگاه قطار داریم. تا حالا دیدی کسی بره تو کار قطار بیکار بمونه؟ گفتی قطار یه چیزی یادم اومد. من تو هند یکی دیدم با دندونش اینجوری قطار رو میکشید میورد. هندیه؟ آره به جون تو هندیه. اون دفعه تلویزیونشون دادی هندیه رو 25 سال ناخونش نگرفته بود. 25 ناخون. بعد بخواد انگوش بکن تو دماغش چیکار بده؟ اینا داره اینجوری. آقا جان یه کاری از اون فرودگاه. ببینید ولی شما نمیریشش به قارونه چیکار باید بکنه؟ اینجوری. آقای محترم با شما ما برای شما داریم دنبال کار می‌گردیم. بله داریم هر هر کرکر می‌کنیم. این حالا خودش نمی‌تونه. آقا ببینید شما دنبال کار اومدین یا اومدین اینجا جوک تعریف کنین برای خودتون؟ من کار نمی‌خوام. آره آره کار کار. خب کار برای تو اینجا ببین یه کاری از اون فرودگاه. چه کاری؟ خوبه این خیلی خوبه. یه نفر راهنما میخوام برای پارک کردن هواپیما. راهنما؟ آره. از اینا که هواپیما رو اینجوری میشونن. آفرین همونا. همونا آره. بابا دستت درد نکنه. خیلی لطف کردی. واقعا سرفرازمون کرد. تو خجالت نمیکشی؟ گفتم نمیرید. نه میخوای بریم. نه میخوای بریم ها؟ میخوای هوشی هم بره اونجا آفتابه بکشه و نمیدونم این کارا بکنه. سب قاطی میکنی. مگه من منظور بدی داشتم؟ بابا عزیزم منظوری نداشتم یعنی چی؟ چی داری میگی؟ ما یه همه بدبختی کشیدیم رفتیم تحصیل کردیم درس خوندیم اصلا میفهمی چی داری میگی؟ آقا جون من که نمیخواستم به تو توهین کنم که گفتم این کار هست از هیچی هم بهتره حالا خود دانی هیچ راست میگی از هیچی هم بدتر چی؟ یه نفر میخواد؟ یه نفر تو کجا درس خوندی؟ تو دیپلم ردی هستی؟ چیکار داری میکنی؟ یه لحظه به ما اجازه بده. آقا جون شکسته به هر کی افتاد باش. اون میره سر کار، اون یکی میره مسافر کشی. برو بالا. بفرم. خوب، بنده از کی باید کارم رو شروع کنم؟ لندینگ پوزیشن، لندینگ پوزیشن. سرعت باد 37. فرود روی باند 2. خسته نباشی کاپیتان. لندینگت یکی یکی. تمام. بیا. بیا دیگه. بیا بابا فردا کار دارم میخوام بخوابم. بیا. بیا دیگه بابا. بودو. بودو دیگه. نمیگم بیا. ها؟ این دفعه تو تش بیا بیرون همچین سوپ بت میکنم فهمیدی؟ توجه کردی؟ آره؟ ناس ناس برو تو برو تو. خواهش میکنم سلام از بنده است. به 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 سلام سلام نشسته که شما رو وعده خواسته زرمان بیکی شما رو صد بار گفتم خونه رو به هم نریز اینجاش اینجاست. چه خبر فرودگاه؟ هیچی با مثل همیشه. چه خبر تو؟ اسقر هوا برد زنگ زد. خب چی گفت؟ بس که یه فرودگاه تأسیس داره میشه تو تایبات مرز افغانستان. البته هنوز وارد فاز عملیاتی و این چیزاش نشده. راست هم واسه بچه هم بس 20 سال دیگه. شام خورده این؟ نه بشو یه چهار تا تخم مرغ بزن بخورم. بخوری یا بخوریم؟ میخوریم میخوریم با هم میخوریم. خیلی هلاکی نه؟ میدونی من از بابت این بیکاری دچار افسردگی شدم. خیلی بابا توی فاصله چیزی درست میکردیم میخوردیم دیگه.
ببخشید یه جوری حرف میزنی هر کی ندونه فکر کنه من نوکر شما. آخ ببخشی من حواسم نبود. باید چیز الان میام خدمتتون. بودو بابا. باریکلا. درم ببن. بفرما ارباب. اینجا نوشته مأمور برج مراقبت میخوام. خر خودتی بخور بعدا. ببینم. آیا تو قرار نبود خرید بکنی؟ چرا یخچال خالیه خالیه؟ ول کن بابا تخم مرغ عشق است. تو اصلا پولمون داری؟ آره. ببینم. ده. خب ببینم. به جون تو دارم. بابا دارم میگم ببینم. ندارم. و چرا صبح گفتی چیز نخر خودم میخرم؟ همش تو خرید کرده بودی دیگه سه بود. تو که پول نداشتی که. آره بعدم فهمیدم ندارم. خب مسافر چیزی هم به پستت نخورد؟ بنزین نداشتم. ای بابا سیا تو چرا اینجوری؟ آخ عزیزم به من بگو من بهت پول میدم بعد ازت پس میگیرم رفتی سر کار. اگه بدهیم داره خیلی زیاد میشه بهت. بهتره من. تو که منو میشناسی چقدر ول خرجم. اینجوری یه پس اندازی واسه من میشه. تو کجات ول خرج کنس؟ بابا شاید به قیافم نخوره ولی واقعا آدم ول خرجم. اینجوری یه پس اندازی واسه من میشه. باش. به یه شرط. چی؟ فردا من خرید کنم. همش تو داری خرید میکنی. خیلی خب آقا جون بخور غذا رو که سرد شد. سب کن. این خارجی ها. من یه چیزی دارم این خارجی ها. دین. نه. من نهارم یه. بزن. نوکش صندلی ثمر شکلات خوری بود چرا خوب اصغر آقا بفرمایید دست درد نکنه اینا چی اصغر آقا اینا کیسه حال تهوع آره دیگه اوه مزید اوگه چرا اینقدر زیاد گذاشتی یه چند تا اضافه گذاشتم تو پروازه فیضاف لازم میشه آن به خاطر چشاش یا دست اندازه هواییش پس بیشتر بذار چند تا کیسه بیار یه کیسه دیگه بذار بذار یه کیسه دیگه دست درد نکنه خب اینم که کیسه حالا تهوه دیگه دست درد نکنه دیگه هیچی تموم شد چرا اجازه بده آه ماسک اکسیژن به چه کارت میاد ببینم تو اصلا دیدی تا حالا کسی تو پرواز ماسک اکسیژن استفاده کنه دی بابا اون بالا مالا ها میدونی فشار هوا چقدره چه فشاری با آدم میاد ببین ملکی اینا همه لوسبازی خارجی هاست تو چرا گول این حرفا رو میخوری؟ ما که ملت گردن کلافتی هستیم فشار هوا که به ما کاری نمیکنه. ده؟ کاری با ما نداری؟ میگم خب گیر ندن بمون یهو. ببین یه چی بهت بگم. یه جلو. تو 747ش هم از این خبرو نیست. چی از این خبرو نیست؟ خیلی هم هست. مگه ندیدی مهمون داره اون جلو با میسه هی اینطوری میکنه، اینجوری میکنه. مگه ندیدی؟ چاخام میگم. ببینم تو خودت تالا این همه سوار هواپیما شدی تالا دیدی کسی اون محفظه بالای کابینو باز کنه چی توشه نه خدا پدرتو بیامرزه آقا دست بزنی مهماندارا بیچاره‌ت میکنه ببین ملکی اینا بین خودمون باشه جای درز نکنه خیلی خوب حالا درز نکنه چی درز نکنه خب پس خیالم تخت راحت باشه تخت خب چیز چی راستی یا خوب شد یادم اومد کرومرو میگن چی میگن اینا که تو هواپیما کار میکنن خدمه و مهموندار چی ول کن ملکی بابا دی. اینم همش میگه ول کن تو خیلی من خنگم آقا تو خوشت میاد پول اضافه بدی نه ببین همین دخترها هستن تو آژانست کار میکنن الاف 24 ساعت پای تلفن همینا رو بذار مهماندار حله نمیشه مگه میشه آقا چرا نمیشه سخت نگیر ببین ملکی جون اول پرواز داریم میسن یه اینجوری بعدش هم نهار مسافرها رو میدن خلاص دیدی داش یادمون میرفت حواسمون رو پرت کردی به این ماسک و پاسک و اینا اصل کاری یادمون رفت چی شد بابا این چهارچرخه قضا دیگه اینه که نمیذاشیم آبرود میره با قابلمه میخوای قضا بدی ای بچه یه قرالی هم بذار برای آقا ملکی قرالی دیگه چیه؟ بابا همین چرچخ قضا دیگه مطمئنی تو که میشه مهموندار باید تخصص همین اینجوری کردن هم تخصص میخواد چی خیال کردی تو به همین راحتی؟ بازم خارجی بازی در آوردی ملکی جون تو یه مدیر روابط عمومی میخوای که کاراتو را بندازه دیگه همه چی داری ده؟
حله؟ خب ببینم تو سراغ داری مدیر روابط عمومی خوب؟ کی؟ خودم. تو؟ تو به همین سمساریت هم بتونی برسی، خیلی کاره. کلاتو باید بندازی بالا. باید همین آشغال ماش. چون تو مدیر روابط عمومی به درد تو نمیخوره، تو نمیتونی. میدونم بابا، شوخی کردم. ببین من البته میتونم، ولی خب اینجا رو نمیتونم ول کنم. من یه چیزی برات مینویسم، میزنم اینجا رو برد. تا پس فردا پسر باده بیامینیم. تا پس فردا پنج تا مدیر روابطومی برات میفرستم توپ. هر کدوم خواستی انتخابش کن. اینو بزن رو برد. بودو بابا. بودو نگاش نکن بودو. خب دیگه خلاص ملکی جون. تموم. برو بیلتاتو بفروش. چیو تموم؟ هنوز خیلی چیزا مونده. جلیقه چی؟ چطر نجات چی؟ جلیقه چی به چیکارت میاد؟ اومدی میخواستم جفت بگیرم پایین. چجوری بپرن پایین؟ تو تا حالا دیدی کسی از تو هواپیما بپره بیرون؟ بابا اینا همه چاپان پاخانه. بعد از اینکه از سوئیس برگشتم، مدت 3 سال مدیر فنی دفتر سوئیسر در تهران بودم و نماینده سوئیسر در فرودگاه. عجب. البته میدونید که این کارا ربطی به مدیر روابط عمومی نداره. آها، فراموش کردم. در 1 سال نگذشتم مدیر روابط عمومی سازمان گسترش و نوسازی ناوگان هوایی کشوری بودم. اوه، چه جالب. خیلی خوبه. نه، اصلا این دیگه هیچ ربطی به مدیر روابط عمومی نداره آقا. این اصلا یه فیلد دیگه است. یعنی منظورم اینه که شما مدرک ادوانس ندارید. چرا؟ همونجاست. کو؟ نیست. همون جلوی پوش است. عرض کردم نیست آقا. آها، این هاش، این زیره. افتاده زیر صندلی. به به، به به، با نمرات عالی هم قبول شدی. بله، بنده شاگرد ممتاز کل دوره شدم. خب، از نظر من شما... ما با شما تماس میگیریم قربان، بفهمید. ولی خب به نظر من این شما... با ایشون تماس میگیریم دیگه. بفرمایید. بفرمایید آقا. بفرمایید، ما بعدا با شما تماس میگیریم. بابا یا آخه چرا اینقدر شما هولید؟ بابا جون دیگه از این بهتر تو چی میخوای؟ این آدمای مدیر روابط عمومی ندیده اصلا حرف نزنید. زشته. از دیروز تا حالا هر کی اومده میگین این خوبه. بابا تو هم که همه رو میگی به درد نمیخورن، یعنی چی؟ آخه من به فکر ایرلاینم. مدیر روابط عمومی یعنی قلب تپنده ایرلاین. بعد من به عنوان مدیر داخلی باید روی این قضیه حساس باشم. خب بله، قلب تپنده ایرلاین. خیلی ممنون. ولی این آخری از همه بهتر نبود؟ نه. مشکلش چی بود؟ اینکه همه رقم مدارکش جور بود. چش بود آخه؟ مشکلش چیز بود؟ بد نگاه میکرد. جون من؟ ببینید، ایلانی مثل یه خانواده میمونه و خیلی مهمه که آدمی که میاد توش آدم سالمی باشه. باید آدم سالمی باشه. اپه دست سوخته. من اصلا نفهمیدم. شما اصلا خودتون ناراحت نکنید. من فکر میکنم شاید نفر بعدی بهترین باشه. بایجز. سلام. سلام خان. نرو بایز. سلام علیکم. سلام خانم. علیک سلام. علیک سلام گفتم که من خدمتتون رسیدم برای پست روابط عمومی شرکت ایرلاینرتون. خواهش میکنم بفرمایید. بله، بنده قبل از هر چیز میخواستم خدمتتون افتتاح این خطوط هواپیمایی گسترده و عظیمی رو که راه انداختید تبریک عرض کنم و آرزوی موفقیت و شادمانی و پیروزی بکنم. حتی چی؟ حتی اگر ایشون نباشه، یعنی حتی اگر منم نباشم باز من خدمت عرض میکنم، تبریک عرض میکنم. و 77 نه ایول. ایول چی؟ ایول به تشکیلاتتون، به این گستردی، به این... خب، خیلی ممنون. شما ببخشید، آقای... اسکندرم.
اسکندر روانبخش. خیلی از زیارتتون خوشحالیم آقای اسکندر روانبخش. بابایی میگم دیدین گفتم صبر کنید هول نباشید، این خودشه. مدیر روابط عمومی باید سرزبون داشته باشه مثل این. خب آقای اسکندر روانبخش، خواهش میکنم از سوابق کاریتون بگید برای ما، از تخصصاتون بگید، چه کارا کردید چه کارا نکردید بگید دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که بنده 3 سال در اداره ای بابا چقدر این فسفس میکنه، بگو دیگه چه اداره ای؟ فضا و هوا گردشگر بودم، میچرخیدم واسه خودم. لابد شما در اداره، یعنی در سازمان فضا و هوانوردی کلی هم آشنا دارید دیگه. بله همه دوستامون هم تو فضا، همه مریخی ها، همه دوستام. کیا؟ ببخشید و 3 سال هم به طور مدام آی کتاب میخوندم، آی کتاب میخوندم، رمان، شعر، هر چی که شما میخوندم فقط. نه 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 نه، یعنی 5 سال، 5 سال مثل شما کتاب میخوندم. اوورت ببخشید شما تصادفاً درس مدیریت نخوندین؟ آه چرا یادم افتاد، اتفاقا من 3 سال تمام دوره‌های مدیریت دولتی رو با موفقیت به سرانجام رسوندم. خب آقای روانبخش اون مدارکتون رو لطف کنید ببینم. بله بفرمایید خانم. من گفتم میدی به اون؟ به 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 به، شاگرد اولم بودم. ببینین بابایی دیدین چقدر تانم خوب دادم؟ ببخشید شما دوره های هواپیمایی کشوری رم گذروندی؟ نه چی هست؟ بله بله اختیار دارین گذروندن. اصلا بوئینگ میدونی من خواستم خودم بوئینگ سوارم، اصلا هواپیما هلیکوپتر کایت. بسه دیگه بسه. الو جونم پیش چرا حفظ نکردی اینا رو؟ چه فایده اینجا؟ لامصب نمیدونم چرا از ذهنم غلط کردم. بابا من این کاره نیستم دیگه. ببین تو فقط استخدام شد. تازه از شهر میگی که راحت شدم. من رو یاد بگیری. میدونم 2 ماه دست ما رو نمیخواه. خبرون میره پیش بابات. بابا بیلم کنم. ببینم. تو اصلا میخوای با من ازدواج کنی یا نه؟ نمیخوام دستم رو بند کنی. شراری؟ آقا جونم شما پاش برو بیرون ببین میتونی بشموری اون آدم هایی که تو حال نشستن چند نفرن؟ میتونی شمارش بلدی؟ چی هست؟ بشمور ببین چند نفرن، بیا به من بگو. اینم که بدجوری نگاه میکرد. نه اشتباه میکنید بابایی. کی؟ من اشتباه میکنم؟ نه هم بدجوری نگاه میکرد هم بدجوری با طرف میزد، خیلی وقیحانه. نه بابایی شما اصلا مردا رو نمیشناسی. کی؟ من خودم مردم. خب واسه همین میگم دیگه باید زن باشید. یه زن بلافاصله میتونه نوع نگاه مردا رو تشخیص بده. ده؟ بله الان براتون توضیح میدم. ببینین اون قبلیه برخلاف ظاهرش که سعی میکرد خیلی نجیب و موقر به نظر بیاد ولی در واقع یک آدم بسیار پلید بود. ولی این یکی برخلاف ظاهر پررو و وقیحانش خیلی آدم نجیب و خانواده داریه. آقا شمردم. سه تا بودن. سه تا سبز این مزرعه، یه دونم مشکی هیکلی، پسر خیلی هم پررو به نظر میرسید، قالتاق مالتاق و لاتولوت و اینا بود. خب آقا جونم شما بفرمایید ما خودمون به موقعش با شما تماس میگیریم. بابا میگم بریم ببینیم چه خبره، شلوغ شده، چه اتفاقی افتاده. اونجا چه خبره؟ آقا ببینید پسر داره داد و بیداد میکنه، بفرمایید. ببینید آقای ملک ببینید هم با هم پسر داره داد و بیداد میکنه. بفرمایید چون بفرمایید. من این حرفا حالیم نیست، پولمو میخوام. چی شده دخترم؟ چی شده آقا جونم؟ چی شده؟ من پرواز نکردم، پول بلیطمو میخوام.
آقای ملکی، من به ایشون گفتم تیکت چارتر غیر قابل استرداده، اما ایشون گوشش بدهکار نیست. حق با نسیم آقای ملکی. البته همونطور که این خانم، نه اون خانم فرمودن، پول بلیت چارتر برگردوندنی نیست. چیچیو پس دادنی نیست. من از اوناش نیستم وایستم اینجا پولمو هپالو کنید جیکم در نیادا. ببینم آقا، مثل اینکه شما حرف حساب حالیتون نیست. این یک قانونه. قانونو بذار دم کوزه آبشو بخور. من پرواز نکردم، حالا هم پول بلیتمو میخوام. نه خیر خانم، بهتره زنگ بزنید پلیس 110 بیاد ایشونو ببرتش. مثل که حرف حساب حالیش نیست. وای مردم از ترس مامانم اینا. حالا اینجا پولت میکنم آخ سوسول. ای داداش، خودت با پای خودت اینه بچه خوبه، اینجا برو بیرون. برو پی کارت، به تو مربوط نیست. به خودم ربطش میدم. تنت میخاره انگار؟ آره آره میخاره. بیا بیا بخارمش. بیا دیگه. بیا دیگه. ببین اگه من بزنم از جات بلند نمیشی یا؟ چاقماق داری؟ چاقماق چیه دیگه؟ چاقماق چیه؟ چاقوماقو تیزی میزی؟ ای وای. نه چطور؟ اگه داشتی بیشتر بهم حال میداد، ولی خب همین جوری هم میتونیم با هم دیگه حالی بکنیم. وای چقدر شجاع. خانوما بهتره که نگاه نکنن چون ممکنه حالشون بد بشه. من میترسم. آره آقا برو. کجا؟ شالا پولم خرج دوا و درمونتون بشه. کلا بردارا. آره ای توف به این شانس، هرچی فنچول منچول به پست ما میخوره همشون هم زرد فرار میکنن. رفت. ببینم آقا شما کارات مارات هم بلدید بازی کنی؟ ای همچی. یه لحظه تشریف بیارید دفتر، با اتون کار دارم. کجا؟ دفتر. خوب اومدم؟ عالی بود. اگه نمیدونستم واقعا باورم شد. این یارو کی بود؟ هر کی به ما چه؟ چی بود؟ بابا چیز بود، این شاگرد باشگاهی که از بچه ها بودش، حسن اسیکول. اه؟ آره فکر کنم بابایی خیلی خوشش اومد. آره کارم داره، برم تو برم. تبریک میگم شراره جون، از فردا محیط آژانس خیلی شاعرانه میشه. آره خیلی مبارک باشه شراره جون. دست راستت هم بذار زیر سرم. خب دستمو ول کن بچه، این کار رو بکنیم بابایی میفهمه، اون موقع من میدونم و شماها. خیالت راحت باشه شرر جون، ما دهنمون قرصه. این شد آفرین. حالا میتونیم چشامونو وا کنیم؟ به نظرم شما برش لازمه رو برای یه مدیر روابط عمومی خوب دارید و امیدوارم همکاری بسیار خوب و شایسته‌ای رو با مال ما داشته باشید. خیلی ممنون. بهتون تبریک میگم آقای روان بخش. خیلی ممنون. از فردا صبح رأس ساعت 8:30 باید اینجا باشید. اطاعت خانم. ببینم راستی شما هنوز ازدواج نکردید؟ نه چطور؟ چقدر خوب، چه عالی. برای اینکه همون بهتر که از شما اصلا نسلی باقی نمونه، بعدم آدمی به خشونت شما همون بهتر که ازدواج نکنه. ازدواج به دردش نمیخوره. ببینید آقای ملکی، من شاید ظاهرم یه خورده خشونت باشه ولی اصلا چه خبره؟ اینجا برنامه بدنسازی این دوربر. پول منو میدین یا نه؟ چی شده آقا جونم؟ چی شده قربون؟ یعنی چی پروازتون اینقدر تاخیر داره؟ یه حالی ازتون بگیرم که خودتون کیف کنه. حالا میبینی. ای بابا تأخیر تو پروازهای هواپیما اصلا ربطی به آژانس‌های هواپیمایی نداره که شما میخواید حال ما رو بگیرید. واسه من بهونه نیار. الان کاسه کوزتون رو میریزم به هم، اون موقع حالیتون میشه که وقت مردم چی ارزش داره. ای بابا اسی، این باز دوباره میخواد کاسه کوزه ما رو به هم بزنه. برو مثل که با تو کار داره. من برو دیگه. برو آقا جون. با اجازتون. برو ببین چی میگه. بله. این آقا رو از وسط نصفش میکنم. آقای اسکندر شمایی؟
نه. آره. مخلص شما اسیکول. داد و فریادمون که تموم شد شما ما رو بزن. چیه خسارتون میدین یا این فساد قیمه قورمتون کنم ها؟ اسیکول شما این؟ آره دیگه. بزن. بزن. بزن دیگه. سایه نکن بزن دیگه. اسی جون مگه چی داری میگی؟ بزن دیگه خراب کردی. سلام علیکم.